به نام خدا و عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از میوند خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. انتقاد سفیر امریکا از تعهد شکنی طالبان با توافقنامه صلح با واشنگتن. واکنش ها از اعطای رتبه مارشالی به جنرال عبدالرشید دوستم. تأکید کمیسیون حقوق بشر بر آغاز گفتگوهای میان افغانان. و نگرانی ها از شیوع بی پیشینه ویروس کرونا در امریکا. مشروع خبرها. فرستاده ویژه واشنگتن برای صلح افغانستان از پایان سفر و دیدارش با غنی برادر، معاون سیاسی طالبان خبر داده است. منابع نزدیک به دفتر سیاسی طالبان میگویند در این دیدار فرستاده ویژه واشنگتن با غنی برادر روی برگزاری نشست میان افغانان به نتیجه نرسیدند. از سوی دیگر سفیر آمریکا در کابل میگوید مذاکرات با دلیل‌های زیادی به شمول عملی شدن تعهدات طالبان در توافقنامه به تأخیر افتاده است. ظاهراً کابل و واشنگتن برای آمدن صلح دست و آستین برزدند. ظلم‌خلزاد فرستاده ویژه واشنگتن میگوید که با ملاغنی برادر روی آزادسازی زندانیان طالبان و آغاز گفتگوهای میان افغانان و نیز توسعه اقتصادی پس از توافق صلح در دوحه چهره به چهره گفتگو کرده است. معنی بین الافغانی مذاکرات رو شروع کردو در بنجان رو نخلاصون دی که چیر بنجان پا کامل طریقه بنج خلاصی از من تکر بین الافغانی مذاکرات به اللہ را وارسی. امیدوار هستم که طالبان بر بنیاد توافقنامه صلح عمل کنند، خشونت ها را کاهش بدهند. ما تلاش داریم تا کمک نماییم گفتگوهای میان افغانی برگزار شود. ناتو هم افزایش خشونت ها را چالش و موانع برای آغاز مذاکرات میگوید. ما همچنان در مورد وضعیت جاری در افغانستان صحبت کردیم که خشونت ها از سوی طالبان باید کاهش یابد، چون این مسئله به چالش برای آغاز گفتگوهای صلح مبدل شده است. گذشته از تلاش های امریکا و کشورهای عضو ناتو، حکومت افغانستان هم تلاش های خود را برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح سرعت داده است. تا جایی که در هفته جاری وزارت خارجه میزبان 3 نشست گفتگوهای صلح با کشورهای منطقه خواهد بود. صلح بین افغانی مذاکرات و در پیل دمخه در افغانستان دولت در خپل دیپلماتیک و حدسو پلار که د سولې پاکله او د سولې د مذاکراتو پاکله د سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. توافق صورت گرفته که پروسه تبادله اسره هر چه زودتر به اکمال برسد و مذاکرات بین الافغانی آغاز گردد. با این همه اکنون با این همه تلاش ها دیده شود که زمان و مکان گفتگوهای میان افغانان چه زمان مشخص خواهد شد. اعطای رتبه مارشالی به جنرال عبدالرشید دوستم از سوی رئیس جمهور غنی با واکنش های زیادی روبرو شده است. شماری از آگاهان نظامی میگویند در قانون اساسی و قانون ذاتی افسران رتبه مارشالی وجود ندارد و تاکید میکنند که این رتبه همواره بر اساس توافق سیاسی اعطا شده است. از سوی دیگر شماری طرفداران عبدالرشید دوستم او را شایسته این رتبه میدانند. در گزارش میبینید. امضای فرمان رتبه مارشالی به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور غنی، اقدامی که موافقان و مخالفان خودش را دارد. شماره جنرال عبدالرشید دوستم را شایسته این رتبه بلند نظامی می دانند. تای رتبه مارشالی برای محترم استر جنرال عبدالرشید دوستم
یک اقدام بجا و مناسب در شرایط موجود افغانستان است و این امر میتونه در تامین صلح، ثبات و امنیت در کشور ما تاثیر مثبت داشته باشه و جناب مارشال دوستم شایسته چنین موقف بودن و هستم. در فرمانی که شامگاه روز پنجشنبه هفته گذشته همگانی شد، آمده است که رئیس جمهور غنی با پاس خدمات و سهمگیری جنرال عبدالرشید دوستم در حل بن‌بست‌های سیاسی در کشور این رتبه را به او داده است. در ټول نه مهمه خبره داره چې په اصول کې او په قوانینو کې د غرتبه ورکول د علمیت استعداد پر اساس باندې چې مخکې لاړ شي هغه سره سیستم او نظام جوړیږي. د افغانستان د نظام د ګډوډۍ وسنۍ غټ لامل همدا دی چې دلته رتبه مقامونه یوازې او یوازې د روابطو پر اساس کېږي، نه د ضوابطو پر اساس باندې. و اما از دید باشندگان شهر کابل، آیا جنرال عبدالرشید دوستم شایسته رتبه مارشالی است؟ روسیه ای که قبلا مارشال که امروز نام نهاد است از جانب حکومت که مردم قبول نمیکنه، اول بررسی شده بعدا مسئله دیگری هست که مسئله نام گذاشتن مارشال یک مسئله قانونی است که بعد از روی تصمیم گرفته شده. پیش از این بکتاش ایشچی، پسر احمد ایشچی که جنرال عبدالرشید دوستم را به آزار و اذیت پدرش متهم می کند، در نامه سرگشاده خواهان لغو اهدای رتبه مارشالی به جنرال دوستم شده بود. جنرال دوستم بعد از مارشال شاه ولی خان، نخستین مارشال افغانستان و مارشال محمد فهیم قسیم، سیومین چهره پرنفوذ نظامی است که به او رتبه مارشالی داده شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر از گروه طالبان می خواهد تا دست از جنگ برداشته و با برقراری آتش بس وارد گفتگوهای میان افغانی شوند. از سوی دیگر این کمیسیون از تلفات افراد ملکی به شدت ابراز نگرانی می کند و می گوید که افغانستان بدترین کشور برای غیر نظامیان و کودکان است. در همین حال اعضای خانواده های قربانیان حمله بر موتر کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر بر بررسی چگونگی حمله بر عزیزانشان تاکید می کنند. بیشتر در گزارش می بینید. مراسم یادبود از جان باختن دو کارمند کمیسیون حقوق بشر در مقر این کمیسیون. رئیس کمیسیون حقوق بشر از اینجا بر طالبان صدا میزند تا دست از جنگ برداشته و با برقراری آتش بس وارد گفتگوهای میان افغانی شوند. لطفاً تفنگایتان به زمین بانیم. لطفاً به جنگ بی معنا خاتمه بدیم. لطفاً آتش بس آغاز کنیم. لطفاً پای میز گفتگوها بریم. خواست ها بر این است که از طرف های درگیری جنگ دست از خونریزی بکشند و دست آشتی به یکدیگر دراز کنند. سالانه خانواده ها در سراسر افغانستان اطفال خود در جنگ از دست میتن و یا اینکه اطفالشان با منویت های ناشی از جنگ باید زندگی کنند. خواستار پیگیری جدی همه حملات هدفمند بر افراد ملکی به شمول عالمان دین، کارمندان لویسارنوالی، کارمندان رسانه ها و شخصیت های اجتماعی و فرهنگی و شناسایی عاملان این حملات است. هیچ هدف برای زندگی نداشت بغیر از که خوش باشه. حقوق بشر اگر درس خوانده بود یا کار میکرد یا برای حقوق زنا کار میکرد یا دیگه کار میکرد، او فقط قدم هایی بود که به خوشی برسانه. کمیسیون حقوق بشر در حال مراسم سوگواری برای کارمندانش گرفته است که هفته پیش دو کارمند این کمیسیون در نتیجه ماین جاسازی شده در موترشان جان باخت. حمله ای که با واکنش های جهانی روبرو شد و تاکنون هیچ گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. انفجار ماین‌های جاسازی شده مغناطیسی در موترهای پلیس و ارتش با انتقادهای زیادی در شهر کابل روبرو شده است. باشندگان کابل می‌گویند نهادهای حکومتی حتی نمی‌توانند از خود محافظت کنند. از سوی دیگر آنان از وزارت داخله می‌خواهند تا طرحی را برای جلوگیری از ماین‌های جاسازی شده در رنجرهای پلیس و ارتش روی دست گیرند. بیشتر در گزارش ببینید. آغاز یک روز دیگر با صدای انفجار. صبح امروز این رنجر پلیس در ناحیه 11 شهر کابل و در میان غیر نظامیان
مورد حمله ماین جاسازی شده قرار گرفت. جارو میکردم که سودار رو بچینم، اینمی جاساشم که یک بسیار شدید گلام کرد، اینمی یک نفر زخمی شد، دیگه فضل خدا کس اوگاه نشده، اینمی شیش های دکان، اینمی بسیار ضرر رسید به مردم. در اینجا گواهان رویداد حرف و حدیثشان از شدت انفجار ماین جاسازی شده در این رنجر پلیس است. رویدادی که خالی از خسارات مالی و جانی نبوده است، حتی مغازه‌داران را نیز شوکه کرده. در اینجا خودم شیشتگی بودم و بسیار اگر انفجار خطرناک صورت گرفت که ماین چسبکی در داخل رنجر بود، بسیار اگر صدای وحشتناک داشت. زمانی که یک گرم بسکت و وقتی که بیدار شدم و تمام کالای مکمل شیشه پر بود. صدای انفجار ماین مغناطیسی بسیاری ها را در ناحیه 11 شهر کابل تحریک کرده. میگویند نهادهای امنیتی حتی نمیتوانند امنیت جان کارمندان خودشان را بگیرند. فضل خدا که دیگه کسی روگار نکده، نمی یک رنجر چسبکی چسبانده بودن که او منم دریورش رو نمون طرف انداخته بود. گذشته از این دردسر برای باشندگان شهر کابل، مورد دیگر افزایش جرمهای جنایی در این روز هاست که زبانزد عام خاص در شهر کابل شده است. ما فکر کنیم که امی وزارت داخله نباشه، همی چه رقمه باشه. حالا که وزارت داخله است، اینا ماش میگیرن، امکانات دارن، آمرین اوزه است، عسکر است، رینجر است، تیل، دیگه. هیچ اهمیت نیست. یعنی میجه منو به شولوچ میشیم که از دقصه ما نیست. از سوی دیگر منابع میگوین رشاد احمدزی از اعضای خانواده رئیس جمهور نیز امروز در مربوطات ناحیه ششم شهر کابل از سوی افراد ناشناس ترور شده است. رئیس نامنهاد دادگاه طالبان در بغلان در شبنامه از زیر دستانش خواسته تا حملاتشان را در برابر نیروهای امنیتی توقف دهند. از سوی هم این اقدام عضو برجسته طالبان در بغلان با استقبال گرم فعالان مدنی و مسئولان حکومتی روبرو شده است. با این حال مقام‌ها در بغلان اینچنین اقدامات را زمینه ساز رسیدن افغانستان به صلح می‌گویند. همکارم گزارش را تهیه کرده است. ظاهراً اعضای طالبان بغلان کاردشان بر آمدن صلح سبز است، تا جایی که بعد تازگی رئیس نامنهاد این گروه در بغلان بعد زیر دستانش دستور داده تا حملاتشان را بر نیروهای امنیتی توقف دهند تا ضرری بر گفتگوهای صلح وارد نشود. اعلامیه یا بایا هم شبنامه ای را که یک رئیس محاکم امارات اسلامی به نام مولوی عبدالحکیم در اواخر به دست نشر سپرده، بر زیر دستای خود این حرف رسیده که باید اینا آتش بس بکنن و صلح بکنن تا بتانن در روی میز مذاکره اینا با حکومت افغانستان و صلح قرار که بین افغانان شروع شود گفتگوهای داشته باشند. این اقدام عضو برجسته طالبان در بغلان با استقبال گرمی روبرو شده است. موږ د داسي کرونا چې مخالفین کوي یا درې ملي کوي یا هر څوک چې د افغانستان د سولې په تړاو باندې یو جز یو اقدام کوي یا یو قدم اخلي، موږ غوته ښه راغلاست وایو او دا یو ښه اقدام ګڼو. خواستها بر این است که طالبان دیگر همچون رئیس نامنهاد طالبان در بغلان دست از جنگ و برادرکشی بکشند، جنگی که سالهاست از مردم افغانستان قربانی میگیرند. از یک طرف کرونا مردم را تهدید میکنه و از طرف دیگر جنگ. بیاین از جنگ دست بکشن، جنگ رای حل نیست، بیاین به پروسه صلح با برادرای خود، با هموطنای عزیز خود، با مردم شریف افغانستان یک جای شوند به خاطر آبادی شکوفایی افغانستان ما. بغلان یکی از ولایت‌هایی هستند که نسبت به ولایت‌های دیگر در سال‌های پسین گواه بیشترین نبردها بوده است. فابریکه در کابل اکسیژن را رایگان برای بیماران ویروس کرونا توزیع می‌کند. مالک این فابریکه نجیب الله صدیقی نام دارد و 7 سال پیش به دلیل کمبود برق فابریکه تولید اکسیژنش را مسدود کرده بود. اما پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان فابریکه‌اش را دوباره فعال ساخت تا مردم را کمک کند. نجیب الله صدیقی انگیزه فعالسازی دوباره فابریکه‌اش را جان دادن یک بانو که به ویروس کرونا مبتلا شده بود در پیش چشمانش می داند. ماهیگیری بی‌رویه در بدخشان نسل ماهی خالدار را با خطر انقراض روبرو کرده است.
شمار فعالان زیست محیطی بدخشان با ابراز این مطلب میگویند باشندگان در این ولایت برای شکار ماهی به ویژه ماهی خالدار از بمب‌های دستی، اتصال برق و پاشیدن زهر در آب استفاده میکنند که این کار خطر نابودی حیوانات دریایی را به وجود آورده است. باشندگان در این ولایت لذیذ بودن گوشت ماهی خالدار را از عوامل اصلی شکار بی‌رویه این حیوان گفتند. اکنون هم وقفه کوتاهی داریم.